با درود به شما بینندگان گرامی خبر تلویزیون ایران فردا. من فریبا شیرازی امروز هم با شما همراه هستم با عناوین مهمترین گزارش‌های خبری روز. در 24 ساعت گذشته دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از آمریکا، سفر همزمان علی لاریجانی به نیویورک و اظهارات او درباره مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی، ادامه بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا، رقابت‌های تنگاتنگ احزاب در ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی و واکنش مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران به گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا از مهمترین عناوین خبری امروز هستند که توجه شما را به این گزارش‌ها و خبرهای دیگر جلب می‌کنم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه 13 شهریور ماه وارد واشنگتن شد. این نخستین سفر رسمی پادشاه عربستان به ایالات متحده آمریکا است. قرار است که ملک سلمان در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو داشته باشد. گرچه عربستان سعودی یکی از متحدان استراتژیک آمریکا در خاورمیانه به شمار می آید، اما برخی اختلاف نظرها از جمله ارزیابی‌های متفاوت از توافق هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی سبب بروز تنش میان دو کشور شده. تا جایی که سفر ملک سلمان به واشنگتن در ماه مه امسال از سوی مقامات سعودی لغو شد. عربستان سعودی مدعی است که توافق هسته‌ای تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تسلط بر منطقه را افزایش خواهد داد. ایران و عربستان سعودی در حل بحران‌های منطقه‌ای از جمله در سوریه، عراق، یمن، لبنان و بحرین نیز اختلافات جدی دارند و در برخی از مناطق به گفته مقامات دو کشور این رویارویی بدل به جنگی نیابتی شده است. ریاض میگوید ایران با حمایت از حوثی‌ها در امور داخلی یمن مداخله می‌کند. با توجه به نقش عربستان سعودی در منطقه، آمریکا خواهان ثبات در این کشور نفتخیز است. به گزارش منابع خبری، آقای اوباما قصد دارد در این دیدار به پادشاه عربستان اطمینان خاطر دهد که با وجود نگرانی متحدان آمریکا در کشورهای خلیج فارس که معتقدند توافق جدید هسته‌ای با ایران به قدرتمندی تهران در منطقه می انجامد، ایالات متحده بر تعهد خود مبنی بر کمک به عربستان در برابر هر گونه تهدید امنیتی احتمالی از جانب ایران استوار خواهد ماند. گفتگوی رهبران آمریکا و عربستان دو هفته پیش از صدور رأی نهایی کنگره آمریکا در مورد توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران صورت می‌گیرد. این در حالی است که تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا هم‌اکنون به 37 تن رسیده و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند. بن رودز، دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما، در نشستی مطبوعاتی اعلام کرده است آمریکا نگرانی عربستان را در مورد بهبود وضعیت اقتصادی ایران و کارهایی که تهران پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند انجام دهد درک می‌کند، اما در این حال تصریح کرد آقای اوباما به پادشاه عربستان اطمینان می‌دهد که آمریکا هر آنچه که بتواند انجام خواهد داد تا با تهدیدهای احتمالی ایران علیه همسایگانش مقابله کند. به گفته مقام‌های رسمی آمریکا در دیدار روز جمعه رهبران دو کشور، آقای اوباما قصد دارد مراتب نگرانی ایالات متحده از تلفات غیرنظامیان در یمن را نیز اعلام کند. عربستان در رأس ائتلافی از کشورهای منطقه از 6 فروردین سال جاری حملاتی را علیه نیروهای حوثی در یمن آغاز کرده تا قدرت را به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی این کشور بازگرداند. همزمان با دیدار رهبران عربستان و آمریکا، تحولات سیاسی و نظامی در یمن سرعت گرفته است. رسانه‌های ایران از قول منابع نزدیک به حوثی‌ها از موافقت تلویحی حوثی‌ها با بازگشت رئیس جمهوری قانونی یمن عبدالرب منصور هادی به صنعا خبر دادند.
شبکه خبری المیادین به طرحی که فرستاده ویژه سازمان ملل در بحران یمن قرار است به طرف‌های یمنی ارائه کند دست پیدا کرده است. بنابراین گزارش، اولین بند این طرح تعهد به اجرای تصمیمات شورای امنیت درباره یمن بر اساس سازوکاری است که مورد توافق همه طرف‌ها باشد. همچنین قرار است آتش‌بس دائم و سراسری در این کشور برقرار شود و همه گروه‌های نظامی و شبه نظامی از شهرهای یمنی عقب نشینی کرده و سازوکاری برای ایجاد امنیت ایجاد شود. این طرح همچنین خواستار رفع تحریم‌های زمینی، هوایی و دریایی اعمال شده بر یمن و تسهیل روند کمک رسانی و ورود کالاهای تجاری و کمک‌های دارویی و غذایی به خاک این کشور شده است. این طرح همچنین پیشنهاد می‌دهد که دولت خالد بها، معاون فعلی عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور قانونی یمن که پیشتر نخست وزیر یمن بوده، به عنوان دولت پیشبرد امور مسئولیت اداری کشور به مدت 2 ماه را بر عهده داشته باشد. همچنین قرار است گفتگوهای طرف‌های یمنی تحت نظارت سازمان ملل ادامه پیدا کند. شبکه خبری المیادین به نقل از منابع خود گزارش داده که جنبش انصارالله ضمن اینکه نسبت به اجرای بند 22.16 قطعنامه سازمان ملل از سوی همه طرف‌ها نرمش نشان داده، با بازگشت بها تحت عنوان دولت پیشبرد امور مخالفتی نشان نداده است. در همین حال منابع نظامی به العربیه گفتند انتظار می‌رود که در ظرف 3 روز آینده عملیات آزادسازی صنعا پایتخت یمن آغاز شود. همزمان جنگنده‌های ائتلاف، مواضع حوثی‌ها و نیروهای صالح در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در تائز را بمباران کردند. دولت کویت انتشار بیانیه سفارت ایران در کویت را امری خارج از عرف دیپلماتیک خواند. به گزارش العربیه، یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه کویت روز پنجشنبه 12 شهریور گفت که این کشور بیانیه سفارت ایران را که در اعتراض به تذکر این کشور مبنی بر اینکه عامل پشت پرده هسته تروریستی عبدالیست رد می کند. این منبع گفته است بیانیه سفارت ایران ساده ترین قواعد و اعراف دیپلماتیک را نقض کرد، چرا که موضع این کشور برخلاف عرف دیپلماتیک این کشور از راه کانال های رسمی شناخته شده بین المللی بیان نشده و از راه رسانه ها اعلام شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ناخرسندی عمیق خود را نسبت به اتهامات اخیر دادگستری کویت علیه دولت ایران اعلام کرد. دادگستری کویت اخیراً با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که 24 تن از اعضای یک سلول تروریستی از جمله یک ایرانی شناسایی و دستگیر شدند و همزمان مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات و مواد انفجاری از آنان به دست آمده و ضبط شده است. در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی در کویت که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته گفته شده است نمایندگی جمهوری اسلامی در کویت تاکنون هیچ گونه اطلاع رسمی درباره هویت فرد ادعایی ایرانی و جزئیات دستگیری و نقش نامبرده در اتهام‌های وارده از سوی مراجع زیصلا دریافت نکرده است. سفارت ایران همچنین خواستار آن شده که مقام‌های کویتی دسترسی‌های لازم در این زمینه را فراهم کنند. قرار است دادگاه 24 نفر که متهم به ارتباط غیرقانونی با ایران هستند و یک ایرانی نیز در میان آنان است 11 روز دیگر در کویت برگزار شود. دادستانی کویت در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر کرد اعلام کرده است که متهمان جز 1 نفر همگی شهروند کویت هستند و 3 نفر از آنها به طور غیابی محاکمه شدند. دادستانی کویت این افراد را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان با قصد اقدامات خصمانه بر ضد کشور کویت با قاچاق مواد منفجره به داخل و آماده کردن آن متهم کرده است. رسانه‌های کویتی پیش از این از کشف یک محموله بزرگ سلاح در خانه‌ای در نزدیکی مرز عراق و بازداشت 3 مرد مالک آن خبر داده بودند و نوشته بودند که این محموله برای رساندن به یک هسته وابسته به حزب الله لبنان در کویت قاچاق شده بود. با این حال نمایندگان مجلس کویت نیز خواستار اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه این کشور در قبال تهدیدهای امنیتی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در
امور کویت شدند. یک نماینده پارلمان کویت خواستار قطع مناسبات دیپلماتیک این کشور با جمهوری اسلامی ایران و همچنین اخراج شماری از 50,000 ایرانی ساکن کویت از این کشور شده است. تنش میان ایران و کویت در حالی شدت گرفته است که حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به دمشق سفر کرده گفته است ایران برای حل بحران سوریه طرحی به بشار اسد ارائه کرده است. آقای امیر عبداللهیان که روز پنجشنبه 12 شهریور با بشار اسد و فیصل مقداد معاون نخست وزیر سوریه دیدار کرد گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با بشار اسد سندی حاوی دیدگاه ایران درباره راه حل بحران را به او ارائه کرده است. ایران پیش از این اعلام کرده است که به زودی و پس از مشورت با دولت سوریه طرح صلحی را برای پایان دادن به بیش از 4 سال جنگ داخلی این کشور به سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. جزئیات طرح صلح فاش نشده، اما رسانه‌های عربی نزدیک به ایران پیشتر گفتند که در این طرح بر اصلاح قانون اساسی سوریه، تشکیل دولت وحدت ملی و اجرای انتخابات تحت نظارت بین‌المللی تأکید شده است. آقای امیر عبداللهیان گفته است آنچه در رسانه‌ها آمده تنها گمانه‌زنی است. وی گفته طرح پیشنهادی استفان دومیسورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نکات مثبتی دارد، اما ایران همچنان انتقاداتی به آن وارد می‌داند که به گفته او آقای دومیسورا وعده داده که این مسائل را در نظر بگیرد. معاون نخست وزیر سوریه نیز گفت گفتگوها با ایران برای یافتن راه حلی برای بحران ادامه پیدا خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بر بازرسی از مرکز هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت هیچ کس نمیتواند مانع آن شود. به روز پنجشنبه 12 شهریور ماه در دیدار با رهبران یهودی در دفاع از توافق هسته‌ای آن را یک توافق خوب برای آمریکا، اسرائیل و جهان توصیف کرد و گفت این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود. آقای بایدن گفت اگر تصور کنیم جایی در ایران فعالیت غیرقانونی در جریان است، می توانیم از آنجا بازرسی کنیم و کسی نمی تواند جلوی ما را بگیرد. آقای بایدن با هشدار به مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکا گفت اگر توافق رد شود اعتبار واشنگتن زیر سوال می رود و مثلا دیگر آمریکا نمی تواند به اعضای ناتو برای تخصیص بودجه 2% فشار وارد آورد. در همین حال دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در ادامه کمپین تبلیغاتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باز هم به توافق ایران و 5+1 حمله کرد. به گزارش CNN آقای ترامپ توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی را توافقی بد توصیف کرد و گفت مردم از جریانات اخیر تنفر دارند. این توافق وحشتناکی است که با ایران منعقد شده. اگر یک بچه مذاکره می‌کرد توافق بهتری حاصل می‌شد. آقای ترامپ همچنین گفت من ایده توافق را دوست دارم، اما باید ابتدا تحریم‌های موجود را دو برابر کرد و بعد از چند ماه ایرانیان به پای میز مذاکره می‌آیند و می‌توانید به توافقی خوب برسید. همزمان در ایران مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اظهارات بیپایه و اغراق‌آمیز مقام‌های آمریکایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران تحت فشار لابی‌های صهیونیستی انجام می‌گیرد. سخنان خانم افخم پاسخی است به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه گفته بود در زمان اثرگیری مذاکرات هسته‌ای همه در دستگاه حاکمه آمریکا آگاه بودند که ایران به کشوری در آستانه اتمی شدن تبدیل شده است. آقای کری گفته بود بدون این توافق زمان دستیابی ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتمی حدوداً 2 ماه بود، اما با این توافق این زمان به 1 سال افزایش یافت و ایران تا 1 دهه و بیشتر در همین سطح باقی خواهد ماند. سخنان آقای کری همچنین با واکنش روز پنجشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. آقای خامنه ای گفت در واقع طرف اصلی ما دولت آمریکاست، اما مسئولان آمریکایی خیلی بد حرف میزنند و باید تکلیف این گونه حرف زدن ها روشن شود.
خانم افخم گفت اینکه گفته شده ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی بوده یک دروغ بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتوای مقام رهبری و دکترین دفاعی خود هرگز در صدد دستیابی به بمب هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. مجادله میان مقام‌های ایران و آمریکا در حالی بالا گرفته است که 3 سناتور آمریکایی دیگر هم اعلام کردند که از توافق اتمی با ایران حمایت می‌کنند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی توافق به 37 نفر رسید. سناتور کوری بوکر از ایالت نیوجرسی، مارک وارنر از ویرجینیا و هایدی هایتکمپ از داکوتای شمالی هر 3 دموکرات روز پنجشنبه 12 شهریور ماه از توافق ایران و قدرت‌های جهانی حمایت کردند. با پایان تعطیلات تابستانی کنگره قرار است در هفته آینده درباره توافق ایران بحث و شور و رأی گیری کنند. در همین حال در ایران حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق اتمی در مجلس ایران گفته است قرار است این کمیسیون روز یکشنبه بررسی توافق اتمی را آغاز کند. این نخستین جلسه مجلس ایران برای بررسی توافق اتمی پس از آن است که رهبر جمهوری اسلامی خواهان بررسی توافق در مجلس شده است. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در گفتگوی روز پنجشنبه 12 شهریور خود با خبرگزاری تسنیم گفت قرار است سعید جلیلی و دیگر اعضای تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان برای بررسی محتوای برجام در جلسه روز دوشنبه هفته آینده این کمیسیون حضور یابند. آقای نقوی حسینی همچنین گفت بر اساس دعوتی که از آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی انجام دادیم قرار است وی به منظور ارائه توضیحاتی درباره جزئیات متن برجام در روز سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون ویژه بررسی برجام حضور یابد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بحث در مورد بحران ناشی از پناهجویان گرد هم آمدند. گرد همایی روز جمعه 13 شهریور وزرای امور خارجه در حالی برگزار می شود که انتشار تصویر آیلان کردی، پسر بچه 3 ساله‌ای که قایق حامل او در دریا در هم شکست، به طور گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی و محلی و نیز شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده است. تصاویر آیلان که به همراه مادر و دیگر برادرش در دریا غرق شدند به تصویری نمادین از گسترده ترین بحران ناشی از پناهجویان در اروپا از زمان پایان جنگ دوم جهانی تبدیل شده است. طی روزهای گذشته برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان تصمیم به تسهیل روند درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوری گرفتند. آلمان کشوری است که انتظار می‌رود به تنهایی مقصد 800 هزار پناهجو تنها در سال جاری میلادی باشد. برخی دیگر کشورهای اروپایی مانند مجارستان یا جمهوری چک به واکنش‌های مانند کشیدن حصار یا شماره گذاری بر بدن پناهجویان دست زده‌اند که با انتقاد جهانی روبرو بوده است. مقام‌های مجارستانی گفتند مشکل مهاجران مشکل اروپا نیست بلکه مشکل آلمان است، برای اینکه همه مهاجران می‌خواهند با آلمان بروند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاریس و برلین موافقت کردند که اتحادیه اروپا باید از اعضای خود بخواهد شماری حداقلی از پناهجویان را در سرزمین خود پناه دهند. در این حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پی افزایش فشارها بر دولت موافقت کرد تعداد بیشتری از پناهجویان را به طور مستقیم از اردوگاه‌های سازمان ملل در مرز سوریه تحویل بگیرد. روزنامه بریتانیای گاردین از قول یک مقام دولتی نوشت گفتگوهای فوری در مورد منابع مالی، جزئیات و شمار دقیق پناهجویانی که پذیرفته خواهند شد در جریان است. کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده طرحی را برای جابجا کردن دست کم 120 هزار پناهجو به دیگر کشورها جهت کاستن از مشکلات ناشی در مبادی اولیه ایتالیا، یونان و مجارستان ارائه کند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا نیز از اعضا خواسته است برای سکنا دادن دست کم 100 هزار پناهجو دست به اقدام عملی بزنند. پیشتر درخواست‌ها برای کمی بیش از 30 هزار نفر بود که اکنون رئیس اتحادیه آن را 3 برابر افزایش داده است.
در حالی که دیروز فرانسه درگیر موضوع مهم اعتراض کشاورزان در شهر پاریس و تظاهرات آنها بود و نتایج و پیشنهاداتی هم انجام گرفت، مسئله مهمتر پناهندگان در دیدار آقای اولاند با نخست وزیر ایرلند مطرح شد که آقای اولاند در کنفرانس مطبوعاتی خودش با این جمله که ما عکسی رو دیدیم که دیروز کره زمین رو دور زده سخنان خودش رو آغاز کرد. آقای اولاند در این گفتار به این موضوعات اشاره کرد که تصویر کودک غرق شده 3 ساله کره زمین را دور زد. او و خانواده‌اش می‌خواستند بعد از فرار از سوریه از طریق ترکیه به اروپا بیایند. این تراژدی ندایی است برای اروپا و وجدان‌های اروپا. من با اغلب مردان دولتی از جمله آقای دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا صحبت کردم. آقای اولاند گفت از ابتدای سال 3000 پناهنده به هنگام عزیمت جان باختند. امروز صحبت از 100,000 پناهنده است. نمی‌دانند کجا بروند. تصمیمات دول در آینده در روز 14 سپتامبر در نشست 28 وزیر کشور اتحادیه اروپا مطرح و تصمیمات دنبال خواهند شد. دولت ایرلند در قانون شنگن حضور ندارد، اما همیشه در مسائل کمک رسانی حاضر و فعال بوده است. آقای اولاند در جای دیگر از سخنان خودش گفت: من با خانم مرکل صحبت کردم، باید همیشه عمل کرد، بیشتر به جلو رفت. ما این عکس را دیدیم در حالی که عکس‌های دیگر را نمی‌بینیم. اگر کاری نکنیم، نه تنها قربانیان امروز بلکه قربانیان دیگری در آینده خواهیم داشت. جدا از گفته‌های آقای اولاند در کاخ الیزه، باید گفت که تمام مسئولان دولتی در رده‌های مختلف به این موضوع مهم پرداختند. روز جمعه امروز و فردا آقای فابیوس در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر لوکسامبورگ خواهد بود، از جمله به مسائل پناهندگان خواهند پرداخت و در حاشیه هم به مسئله روسیه و اوکراین و همینطور ارتباط اتحادیه اروپا با ایران و برنامه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در آینده می تواند با اتحادیه اروپا داشته باشد صحبت خواهند کرد. پاریس، تلویزیون ایران فردا. علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون بررسی توافق اتمی در مجلس ایران، از انتشار گزارش کمیسیون بررسی ویژه برجام در مهر ماه خبر داد. وی روز پنجشنبه 12 شهریور گفت: برجام مخالفان و موافقانی دارد و این امر طبیعی است، اما این مهم دو دستگی بین ما ایجاد نمی کند و مجلس با روشمندی خاصی برجام را بررسی خواهد کرد. رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفت: دولت باید لایحه جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند و این کمیسیون پس از بررسی قاطع برجام گزارش این موضوع را به صحن علنی ارائه خواهد کرد و مجلس اگر دید ضررهای برجام بالاست میتواند آن را رد کند. سخنان آقای زاکانی پس از آن ابراز شده است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از دولت خواسته است تا بررسی توافق اتمی را به مجلس واگذار کند. به این ترتیب به نظر می رسد اعلام نظر رسمی ایران درباره توافق اتمی پس از اعلام نظر کنگره و دولت امریکا صورت می گیرد. آقای زاکانی با بیان اینکه بررسی برجام مسئله ملی است و در این زمینه نباید برخورد سیاسی، سلیقه‌ای و غیرقانونی کرد، افزود: زیرساخت تحریم‌ها بر اساس مصوبات نگه داشته شده و امریکا وعده‌هایی برای تعلیق تحریم‌ها داده است تا زیرساخت تحریم‌ها را حفظ کند. از این رو برخورد ما با مسئله تحریم‌ها شفاف و روشن خواهد بود. زاکانی با بیان اینکه تعهدات ما به گونه ای است که امکان بازگشت پذیری سریع وجود ندارد گفت: غرب برای بازگشت تحریم ها یک دستورالعمل نیاز دارد، اما بازگشت پذیری ما به شرایط قبل دشوار است. آقای زاکانی گفت: کمیسیون 5 کمیته تخصصی دارد و این کمیته ها 3 روز در هفته به بررسی برجام می پردازند. به تصریح کرد: هر هفته از یکی از سایت های هسته ای بازدید می کنیم.
دولت آمریکا اعلام کرد که دخالت احتمالی روسیه در جنگ داخلی سوریه را بررسی می‌کند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه 12 شهریور در این باره گفت: ما از گزارش‌های پیرامون انتقال نیروهای نظامی از سوی روسیه و به کارگیری احتمالی هواپیما در سوریه آگاه هستیم و با دقت این خبرها را دنبال می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد حمایت نظامی از رژیم بشار اسد در هر شکلی و با هر هدفی غیر سازنده است. به گفته جاش ارنست، احتمال کمک‌های نظامی و مالی و ارسال تجهیزات جنگی و نیروهای نظامی از سوی روسیه به سوریه موضوعی جدی است. موضع‌گیری اخیر کاخ سفید واکنش به عکس‌هایی است که از سوی مخالفان رژیم اسد در فیسبوک و توییتر منتشر شده است. در این عکس‌ها جنگنده‌ها و پهپادهای روسی در استان ادلب در سوریه قابل مشاهده هستند. بسیاری از مناطق این استان در کنترل اسلامگرایان مسلح وابسته به جبهه نصرت قرار دارد. گفته می‌شود که جبهه نصرت روابط نزدیکی با شبکه تروریستی القاعده دارد. در عکس‌های منتشر شده تصاویری از جنگنده جدید روسیه از نوع سخوی 34 دیده می شود. به گفته کارشناسان نظامی، رژیم اسد تاکنون جنگنده مدرن سخوی 34 در اختیار نداشته است. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، نیز تایید کرد که روسیه به تازگی درخواست اجازه پرواز نظامی بر فراز خاک سوریه را داشته است، اما هنوز مشخص نیست که روسیه با این درخواست چه اهدافی را دنبال می کند. آقای کوک افزود حال وظیفه روسیه است که در این باره توضیح دهد. روسیه در کنار ایران یکی از مهمترین حامیان رژیم بشار اسد در سوریه به شمار می آید. گرچه ایالات متحده و متحدانش خواهان کنارگیری بشار اسد از قدرت هستند، اما آمریکا در حال حاضر رهبری ائتلافی علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را نیز بر عهده دارد. این ائتلاف تاکنون حملات هوایی متعددی را علیه اسلامگرایان افراطی در سوریه و عراق انجام داده است. به گفته ناظران سیاسی، ایالات متحده احتمالاً از مشارکت روسیه در این ائتلاف استقبال خواهد کرد. پارلمان ترکیه در روز پنجشنبه 3 سپتامبر در نشست ویژه‌ای ادامه عملیات نظامی ارتش این کشور در سوریه و عراق را به مدت 1 سال دیگر تصویب کرد. مصوبه جدید به ارتش ترکیه این اجازه را می‌دهد که علیه تهدیدات تروریستی فرای مرزهای ترکیه وارد عمل شود. در این مصوبه به طور مشخص به تهدیدات گروه دولت اسلامی و گروه کرد PKK اشاره شده است. پارلمان ترکیه همچنین اجازه استفاده کشورهای خارجی از پایگاه‌های نظامی خود را برای مقابله با گروه‌های تروریستی تأیید و تمدید کرده است. پیشتر آنکارا و واشنگتن پیرامون استفاده از پایگاه هوایی اینجلیک در جنوب ترکیه برای هواپیماهای جنگی آمریکایی به توافق رسیده بودند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران که در سفر به نیویورک به سر می‌برد، از امکان تبادل زندانیان ایران و آمریکا سخن گفته است. آقای لاریجانی روز پنجشنبه 12 شهریور در مصاحبه با رادیو ملی امریکا گفت برای آزادی جیسون رضاییان، روزنامه نگار ایرانی امریکایی زندانی شده در تهران، و دیگر شهروندان امریکایی که در ایران در حبسند، راه‌های عملی وجود دارد. تبادل زندانیان یکی از آن راه هاست. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران، بیش از 400 روز پیش در تهران بازداشت شد و 4 ماه بعد تفهیم اتهام شد. محاکمه او تمام شده است و بنابر گزارش ها اگر مجرم شناخته شود، احتمال دارد با مجازات 10 تا 20 سال حبس روبرو شود. بازداشت آقای رضاییان و 2 شهروند امریکایی دیگر، امیر میرزایی حکمتی و سعید آبدینی، در 1 سال اخیر همواره مورد اعتراض مقام‌های دولت و کنگره امریکا بوده است و خواستار آزادی آنان شدند. مسئله زندانی بودن شهروندان ایرانی امریکایی بارها مورد اشاره مخالفان توافق هسته‌ای ایران قرار گرفته است.
به گزارش رادیو ملی امریکا، آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس جهانی رؤسای مجالس به امریکا رفته گفت تعدادی ایرانی در زندانهای امریکا هستند. قطعا برای چنین مسائلی میتوان راه حل‌هایی جست. فکر کنم سیاستمداران شما این راه‌ها را بدانند. آقای لاریجانی گفت راه‌های دیگری هم وجود دارد که دستگاه‌های قضایی دو کشور با یکدیگر پیدا کنند. وی تصریح کرد به هر حال این موضوع در اختیار قوه قضایی ایران است. موضوع تبادل زندانیان ایران و امریکا در روزهای اخیر هم مطرح شده بود، اما مقام‌های ایران آن را رد کردند. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران با رد این گمانه‌زنی ها گفته بود در حال حاضر 19 زندانی ایرانی در امریکا در حبسند. پس از آنکه دادگاهی در پایتخت گواتمالا به درخواست دادستانی حکم بازداشت رئیس جمهوری را در ارتباط با اتهام فساد مالی و اداری صادر کرد، اوتو پرز از این سمت کناره‌گیری کرد و ساعتی بعد روانه زندان شد. پارلمان گواتمالا که 3 روز پیش به طرح سلب مسئولیت قضایی رئیس جمهوری و ممنوعیت خروج او از کشور رأی داده بود، در یک نشست اضطراری استعفانامه رئیس جمهوری را تصویب کرد و ساعتی بعد رئیس جمهور مستعفی در برابر قاضی دادگاه مقدماتی حاضر شد. به دستور قاضی دادگاه عالی گواتمالا، آقای پرز که ژنرال بازنشسته ارتش است، تا روز جمعه در یک پایگاه نظامی در بازداشت خواهد بود تا دادگاه در مورد ادامه بازداشت او تا زمان برگزاری محاکمه تصمیم گیری کند. با کنارگیری اوتو پرز، طبق قانون اساسی گواتمالا، آلخاندرو مالونادو، معاون رئیس جمهوری، به عنوان رئیس جمهوری جدید سوگند یاد خواهد کرد. دوره ریاست جمهوری آقای مالونادو تا آغاز به کار رئیس جمهوری منتخب در ماه ژانویه سال آینده ادامه خواهد داشت. وی در مراسم ادای سوگند خواستار حمایت مردم از دولت شد و وعده داد که در مدت زمامداری خود برای مبارزه با فساد تلاش کند. با اعلام کنارگیری رئیس جمهوری سابق، معترضان به سیاست‌های او در میدان مرکزی پایتخت به شادمانی پرداختند و با تاکید بر لزوم مجازات آقای پرز گفتند هر دولتی که بر سر کار بیاید باید مبارزه با فساد را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد. قرار است روز یکشنبه دور اول انتخابات ریاست جمهوری گواتمالا برگزار شود و مسئله مبارزه با فساد بخش مهمی از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی را تشکیل داده است. اوتو پرز مولینا، 64 ساله که در سال 2011 با وعده مبارزه جدی با فساد به ریاست جمهوری انتخاب شده بود، پس از چند هفته تظاهرات ضد دولتی و فشار برای برکناری رئیس جمهوری سرانجام از سمت خود کناره‌گیری کرد. بر اساس پرونده‌ای که دادستانی علیه رئیس جمهوری تشکیل داد، آقای پرز متهم است که در یک رشته کلاهبرداری کلان از گمرک این کشور دست داشته و عملاً طراح این عملیات بوده است. بر اساس محتوای این پرونده که به پرونده خط تلفن داغ شهرت یافته، برای مدت‌ها برخی بازرگانان با پرداخت رشوه و کسب حمایت رئیس جمهوری معافیت از عوارض گمرکی دریافت می‌کردند که در نتیجه آن زیان بزرگی به عواید دولتی وارد شد. آقای پرز مشخصاً به دریافت رشوه، داشتن ارتباط غیرقانونی و نقض قوانین گمرکی متهم است. ظاهراً گروه تحقیق برای مبارزه با فساد برای چندین ماه اقدامات مالی رئیس جمهوری را زیر نظر داشت و مکالمات تلفنی او را شنود می‌کرد. رئیس جمهوری سابق تمامی این اتهامات را رد کرده و در استعفانامه خود گفته است با وجدانی آسوده خود را در معرض قضاوت محاکم قضایی قرار می‌دهد. اوتو پرز به عنوان نامزد حزب راستگرای میهن دوستان به ریاست جمهوری رسید و از همان زمان آغاز به کار خود او و حزبش در مزان اتهام فساد مالی و اداری قرار گرفتند. اما رئیس جمهوری در برابر خواست مخالفان برای برکناری شماری از مقامات دولتی و کنارگیری خود مقاومت می‌کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اول نوامبر سال جاری میلادی را تاریخ انتخابات مجدد پارلمانی کشور تعیین کرده است. از سرگیری جنگ با حزب کارگران کردستان PKK، پایین آمدن ارزش لیر ترکیه، بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور
و عدم تأسیس دولت ائتلافی برآمده از احزاب پیروز در انتخابات 17 خرداد سبب شده است که ترکیه این بار نیز مقابل یک انتخابات سرنوشت ساز قرار گیرد. گرچه هنوز کمتر از 2 ماه به انتخابات پیش از موعد پارلمانی باقی مانده، احزاب عمده ترکیه به طور غیررسمی کمپین و تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند. کارشناسان و روزنامه‌های ترکیه هم درباره مهمترین موضوعاتی که در آرای رای دهندگان تأثیر خواهند گذاشت بحث می‌کنند. روزنامه دیلی سبا 7 شهریور در تحلیل انتخابات پارلمانی پیش از موعد به عوامل متعددی اشاره می‌کند که در تعیین رفتار رای دهندگان تأثیرگذار خواهد بود. این روزنامه تأکید می‌کند که برای رای دهندگان اوضاع جنوب شرقی کشور و حمله به مواضع PKK، مناقشه میان احزاب سیاسی و مسائل اقتصادی مهمترین موضوعات انتخابات پارلمانی در اول نوامبر 2015 میلادی خواهند بود. به نوشته این روزنامه، رای دهندگان سعی خواهند کرد به ویژه کسانی را که مسئول وضعیت کنونی کشور هستند شناسایی کنند. این روزنامه خاطر نشان می کند که رای دهندگان ممکن است به جای حزب حاکم خلأ سیاسی به وجود آمده را مسئول اوضاع اقتصادی پس از انتخابات اول پارلمانی بدانند. بنابراین رای دهندگان برای جلوگیری از بروز دوباره آن ممکن است این بار طور دیگری عمل کنند. به نوشته دیلی سبا، شکست احزاب سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی، اختلاف و چند دستگی اپوزیسیون ترکیه در مقابل حزب حاکم هم نقش عمده‌ای در رفتار و تصمیم گیری رای دهندگان خواهد داشت. محمد صالح خاتم، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه میگوید رای دهندگان به نوعی دچار سرخوردگی شدند، چون طرفداران هیچ یک از احزاب به جز حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها خود را به طور کامل پیروز انتخابات پارلمانی گذشته نمی دانند. وی افزود اما شادی حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش که با کسب آرای بالای 10% برای اولین بار توانست حزب خود را راهی پارلمان کند کوتاه مدت بود، چرا که بعد از این پیروزی تاریخی درگیری بین PKK و حکومت ترکیه بالا گرفت و منطقه کردنشین ترکیه به شدت ناامن شد، به طوری که در صورت ادامه درگیری ها بیم آن می رود در این منطقه بسیاری از مردم نتوانند پای صندوق های رای بروند. به نظر این کارشناس در این انتخابات به احتمال قوی حزب دموکراتیک خلق‌ها حزب کردی دوباره حد نصاب آرا را به دست خواهد آورد، چرا که تنها راهکار کنونی مخالفان حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از یک دولت تک حزبی حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها در مجلس است. این مسئله باعث شده است که حتی بخش قابل توجهی از ترک‌های مخالف حزب عدالت و توسعه و شخص آقای اردوغان به این حزب رای دهند. حزب عدالت و توسعه اما امیدوار است با توجه به ادامه حملات ارتش ترکیه علیه PKK آراء حزب دموکراتیک خلق‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر حزب حاکم به دنبال آرای طرفداران حزب حرکت ملی است. برخی از صاحب نظران از جمله محمد صالح خاتم بر این باورند بعد از آغاز درگیری‌ها بین PKK و حکومت ترکیه بخشی از آرای حزب حرکت ملی روانه سبد عدالت و توسعه خواهد شد، ولی در صورتی که احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها حد نصاب 10% آرا را کسب کنند، سرنوشت تعیین دولت در ترکیه باز هم پیچیده خواهد شد. محمد صالح خاتم معتقد است که چنین احتمالی زیاد است، مگر اینکه اتفاق عظیمی در کشور روی دهد که سرنوشت آرا را به طور کلی تغییر دهد.